درود فراوان پوران پور هستم قسمت دیگر از برنامه بهداشت روان در آریا تیوی صحبت امروز ما راجب ازدواج و روابط ما پس از ازدواج هستش آقای دکتر هنریکس هارویل هنریکس روانشناس آمریکایی هستش که بحث قشنگی رو راجع ازدواج در میون میذاره با ما و میگه که ما در حقیقت فردی رو به عنوان همسر انتخاب میکنیم که مشابه والدی باید باشه که در دوران کودکی به ما زخم های روانی زده و اون زخم ها هنوز به سرا التیام پیدا نکرده یا اینکه روابطی که نیمه کاره مونده با یک والدی چه پدر چه مادر ما به دنبال همسری میگردیم که اون روابط نیمه تمام رو بخواد به اصطلاح اصلاحش بکنه تمامش بکنه و یا درستش بکنه بحث خیلی جالبی هستش فکر میکنم اگر توجه بکنیم در حقیقت ایشون میگه که ما در رابطه به دنیا میایم در رابطه زخمی میشیم و در رابطه شفا پیدا میکنیم حالا یعنی چی؟ ما از روز اول که دنیا میاییم با والدی که ما رو سرپرستی میکنه خب توی این رابطه ما قرار هستش که حس خوب بودن رو پیدا بکنیم ولی همیشه اینطوری نیست ما زخمهای روانی پیدا میکنیم در اثر ارتباطی که با والد داریم والدی که ممکنه خودش مسائل بسیاری رو داره و خودش روابط زخمی داره و این خیلی بد نیست این چیزیست که انسانی و اتفاق میفته ما در هر صورت مرتب داریم به همدیگه یه اطلاعاتی میدیم پیامهایی میدیم که تو خوب هستی یا من خوب هستم و کی بهتره و یا اینکه چگونه با همدیگه این تعامل روانی رو داشته باشیم ما توی ازدواج اگر بر طبق این گفته دکتر هنریکس نگاه بکنیم میاییم دنبال اون والدی در حقیقت رابطه که با همسر پیدا میکنیم رابطه است که قرار اون والد دیگر رو که در دوران کودکی اگر ما رو آزار داده اگر پدر بوده مادر بوده ما رو آزار داده یا حتی عشق نیمه تمامی داشتیم باهاش عشقی که پریشان بوده یا اینکه ما رو پس زده روابطی که ما ریجکت شدیم یا پس خورده شدیم اونها رو قرار ما اینجا درست بکنیم و اتفاقی که میفته اینه که ما فکر میکنیم که با فردی که در تماس هستیم یعنی همسر ما با این فرد مشکل داریم مشکل هم ممکنه داشته باشیم ولی در اصل ما مقایسه هایی که میکنیم مقایسه های ناخودآگاهی که میکنیم که این همسر ما با والد والدی که قرار بوده به ما عشق بده آرامش بده امنیت بده چگونه این همسر الان توانا هست یا توانا نیست یا یا این امکان رو نداره پس خیلی مهمه که ما بتونیم همسر رو نگاه بکنیم به صورت فرد مجزایی نگاه بکنیم واقعا همسر ما چجور تشابه هایی داره با پدر مادری که ما بهشون شاید نیاز داشتیم و نتونستن نیازهای ما رو برابرده بکنن الان ما اومدیم انتخابی کردیم و میبینیم همون نیازها اینجا هم برابرده نمیشه خشمی که تو ما به وجود میاد در اثر چی هستش آیا خشم نسبت به این فرد هستش یا خشم نسبت به اون والدیست که نیازهای ما رو برآورده نکرده بحث خیلی بزرگی است ولی بیشتر به این باید نگاه بکنیم <متصال> ما همسری رو انتخاب کنیم که حامل خصوصیات مثبت یا منفی باشه که والد ما داشت و داره اون والدی که در حقیقت در نگهداری از ما شاید قفلت کرد وقت کم گذاشت و یه جورایی ما رو زخمی کرد زخم روانی ما داریم ازش حرف میزنیم و در برخی مراحل ممکنه اصلا اون والد کاملا به نیازهای ما رسیدگی کرد و با ما مطابقت داشت انتخاب همسر به نظر من یک عمل ناخودآگاه هستش به نظر من و در حقیقت گفتگویی که ما امروز داریم از دکتر هنریکس هر و هرویل هنریکس و کودک باسازی از خاطراتی از والد خودش میکنه و خودش رو در اون خاطرات شریک میکنه و با اونها هماهنگ و تجربه میکنه و در بزرگسالی اون خاطرات در حقیقت میان جانشین میشن تو فردی که به عنوان همسر انتخاب شده و حالا فردی که به عنوان همسر انتخاب شده اگر نتونه اون خاطرات اون نقش رو کامل ایفا بکنه حالا چه خوب چه بد چه منفی چه مثبت یه جورایی تضاد برای فرد به وجود میاره که ای وای من چیزی که میخواستم ندارم فردی رو که میخواستم دنبالش میگشتم ایشون نیستش و در حقیقت ما مرتب همیشه به دنبال تجربه هستیم درسته ما همه دنبال تجربیات جدید هستیم و با همسر خودمون هم میخوایم تجربیات جدید داشتیم چه بسا که این تجربیات برمیگرده به همون تجربیات که ناقص مونده کامل نشده و یا یه جایی زود تموم شده دوران کودکی خیلی از ماها میتونه زود تموم شده باشه و ورود به دوران نوجوانی و گذرش به طرف جوانی خیلی زود انجام شده باشه و فرد از دوران کودکی دفعه انگار که منتقل شده به دوران جوانی که حالی همسر هم داره و واسه همین هستش که خیلی مهمه تو بحث ازدواج ما نگاه بکنیم ببینیم کیو واقعا داریم انتخاب میکنیم و چه توقعاتی ازش داریم آیا این توقعات واقعی هستش انصاف هستش وجدان توش هستش آیا این توقعات رو ما از والدمون داشتیم و الان منتقل اشاره میکنیم به این فرد یا اینکه نه سه همینه که بحث ازدواج که پیش میاد من خانواده بسیاری میبینم که میان حالا بعد از مهاجرت به خصوصی خود شرایط انگار عوض میشه تو دوران که توی کشور خودمون هم زندگی میکنیم به حال طلاق به وجود میاد فرقی نمیکنه ولی انگار که وقتی یه گذر تاریخی دیگه هم انجام میدی یه گذر زمانی دیگه هم انجام میدی تو زندگیت یه مسیر جدیدی که میفته انگار که بیشتر بازنگری میکنیم چی من میخواستم چی شد ولی خیلی مهمه که تحمل بکنیم و زود تصمیم نگیریم ما میتونیم روابطمون رو همیشه سالم بکنیم اگر یه خورده به خودمون هم نگاه بکنیم و ببینیم که کم گذاشتن همسر توی یه سری مسائل به خاطر چی هستش ما خودمون چی کار داریم میکنیم و واقعا والدی که با ما روابطی داشته روابط ناسالم بوده آیا اون روابط رو ما دوباره داریم به اصطلاح میخوایم که گسترشش بدیم با این فرد یا میخوایم که تمومش بکنیم میخوایم که ترمیمش بکنیم و چی داریم چه پیام هایی داریم میدیم به طور مثال خانومی که با مردی با وقتی که دوران کودکی با پدری داشته که پدر خشم بوده دعوا میکرده مادر رو میزده و تو خانواده همیشه حس ناامنی و عدم نا امنیت و آرامش وجود داشته ترس فراوان وجود داشته و این فرد میاد برای اینکه از خانه بزنه بیرون با اولین خواستگاری که میاد جواب مثبت میده و هایا احیانا اون خیلی آگاهانه نمیتونه اونجا یا انتخاب شاید نداره ولی در هر صورت میاد یه جایی شاید فردی رو انتخاب میکنه تو دیدش که اون به نظر فرد خوب میاد چقدر شبیه پدرم میتونه باشه یا نباشه اگر پدر با وجودی که خصوصیات خشن داشته با وجود این به نظر شون یه ایدئالی بوده مردی بوده که قوی بوده و هر حال یه جورایی خانواده رو داشته حفظ میکرده حالا اون رفتارها به کنار و بعد میاد بعدا وارد ازدواج که میشه میگه چقدر شباهت داره رفتارهای همسرم با پدرم در حقیقت یه جورایی میخواست که اون رابطه‌ای که با پدرش داشت داشته و نداشته در حقیقت تصیح بشه ولی خب اینجا هم این اتفاق نمیفته پس در حقیقت تو ازدواج اگر یه خود بیشتر نگاه بکنی اون زخم های دوران کودکی است که اینجا تحریک میشه و سر باز میکنه و فرد به دنبال درمان میگرده و به صدا یه جورایی به زبان خودمون تلافیش رو رو سر همسر در بیاره و برای مطابقت بیشتر با همسر خودش سعی میکنه اون نیازهای خودش رو نادیده بگیره و بحثی باز نکنه که دوایی نشه ولی الزامن این اتفاق نمیفته اینجا چیزی که لازم هستش درمان اون زخم‌های کودکی است و مطابقت با شرایط امروزی اگر بخوایم نگاه بکنیم در حقیقت روان درمانی لازم هستش ازدواج درمانی لازم هستش تو این رابطه و نگاه کردن به اینکه نوع نگرش دو نفر چگونه هستش و نیازهای هر کدوم از این فرد از به عنوان همسر و از خانواده هایی که دارن ازش میان اونها چی بوده کدوم نیازها برآورده شده نشده و اینجا چه نیازهایی وجود داره و اون وقتی که ما میتونیم بگیم حرف از یک رابطه سالم میزنیم چون ما هممون با یک پکیجی وارد این رابطه میشیم رابطه با همسر و اون پکیج در حقیقت بخش زیادیش زخم های دوران کودکی حالا اگر فکر میکنیم که حالا خیلی منفیه. نه اینطوری نیست ما همیشه با یه پکیجی هستش که مسائل مختلف توشه خاطرات خوب هم توش بسیار ممکنه وجود داشته باشه ولی های روانی است که ماها رو استاپ میکنه و نمیذاره پیشرفت بکنیم پس روان درمانی کمک بزرگی است ازدواج درمانی کمک بزرگی است که ما لازم داریم و واقعگرایی ببینیم که چی کار باید بکنیم و زود تصمیم نگیریم طلاق همیشه بهترین راه نیست درمان افکارمون عواطفمون و رفتارهامون اصلاح رفتارهامون برای هر دو طرف یک راه خیلی خیلی مهمی هستش و میتونیم گذر بکنیم اگر از ایگو گذر بکنیم از منم منم ها گذر بکنیم و از خانواده من و تو گذر بکنیم و اینکه الان ما چی هستیم و چه داریم به خصوص بعد از مهاجرت تو بعد از مهاجرت دو نفر تنها میشن حالا اون ارتباط های به صلاح فیزیکی شاید هم کم شده باشه ولی به هر حال ارتباط وجود داره و تاثیر مسائل خانواده ها از ایران به اینجا و این ارتباطاتی که بعضا حد و مرز نداره خب اینا هستش ولی اون زخم ها همچنان بزرگتر میشه وقتی که دیده نمیشه که ما چیکار داریم میکنیم کی به کی چجوری داره ضربه های بیشتر میزنه موفق باشین برای خودتون کمک بگیریم و دیده بهتری پیدا بکنیم به رابطتون متشکرم